تعطیلات نوروز و وقت بازی‌های دور همی که سریع میتونین دانلود کنین و با دوستا و فامیلاتون بازی کنین. تو این ویدیو 6 تا بازی دور همی اندروید هم آنلاین و هم آفلاین رو معرفی میکنیم که بازی کردنشون کلی حال میده. یه نکته دیگه، لینک هر بازی رو تو دیسکریپشن گذاشتیم تا راحت بتونین دانلود کنین. راستی بعضیاشون نسخه iOS هم دارن. اول از همه بازی فارسی و ایرانی با کلی بازی تو خودش به نام پنکو. پنکو یه مجموعه بازی دور همی آنلاین تمام کماله با کلی بازی باحال برای بازی کردن با بازیکن‌های دیگه. بازی جور و جور زیادی داره، مثل مافیا، اسفامیل، نبر کلمات، که توش باید با رفیقاتون کلمه حدس بزنین و هر کی سریعتر و بیشتر حدس بزنه زودتر به گنج میرسه. یا بازی کارتی اونا، بازی منت و بازی دیگه مثل جرأت و حقیقت و رولت روسی رو میتونین تو اپ با بازیکن‌های ایرانی دیگه بازی کنین. تازه به زودی هم قراره بازی جدیدی تو سبک پکمن به نام دزد و پلیس به پنکو اضافه بشه. هر کدوم از این بازی‌ها رو راحت با رفیقاتون میتونین یه روم بزنین و دور همین بدون نگرانی از تقلب بازی کنین. قاضیتون خود بازیه. مثلا تو بازی مافیای پنکو دو ظاهر مختلف عادی و سیسیل در دسترسه که یکم با هم ظاهری متفاوتن. حالا همه بازیکن‌ها دور یه میز جمع میشن و هر بازیکن نقش یه شخصیت رو میگیره. بازی مافیا دو فاز شب و روز داره و به صورت 13 نفره تا 22 نفره میتونین با رفیقاتون روم بسازین و بی درد سر بازیش کنین. بازی طراحی جالبی داره و اگر احیاناً رفیق کم آوردین میتونین راحت روم رو باز بذارین تا بازیکن‌های دیگه بهتون جوین بشن و دور هم بازی کنین. یه مزیت خیلی مهم شب‌های مافیای پنکو نسبت به اپ‌های مشابه حضور نقش‌های مختلف با ویژگی‌های منحصر به فرد. در مجموع جدای از شهروند و مافیا در حال حاضر 19 نقش تو بازی حضور داره که به زودی قراره به 21 نقش هم برسه. پس خیالتون راحت، به همه نقش میرسه، از کاراگاه گرفته تا کشیش و مذاکره کننده و فلان، به قول آرائیز. این تازه فقط بازی مافیای پنکو بود و همونطور که گفتم بازی دیگه هم مثل اسفامیل با حضور نقش‌های ویژه در دسترسه. در مجموع پنکو الان دیگه کلی بازی کن داره و روم‌هاش هم پره. میتونه حسابی لذت ببرین. لینکش رو دیسکریپشن میذاریم، مثل بازی دیگه حتما دانلود کنین، خیلی باحاله. کینگ آف اپرا یه بازی دور همی با طعم خواننده‌های اپرا. اگه بازی دو تا چهار نفری می‌خواید کینگ آف اپرا یه گزینه خیلی خوبه. تو این بازی هر بازیکن یه خواننده اپرا رو روی استیج باید کمک کنه. روی استیج مسابقه یه نور قرار داره. حالا وقتی نور روی سر هر کدوم از خواننده‌های اپرا قرار گرفت، باید بقیه بازیکن‌ها سعی کنن با ضربه زدن روی خواننده اپرا اون رو از روی استیج پایین بندازن تا نوبت به خواننده خودشون برسه. نتیجه چطور مشخص میشه؟ هر خواننده‌ای که بیشتر روی استیج دووم بیاره در حالی که هایلایت شده در نهایت برنده میشه. خیلی بازیش باحاله. روی یه تبلت مثلا میتونیم بذارین چهار نفر گوشه تبلت باشین بزنین. پرو اسنوکرز 2023 حقیقتش دیگه رفتن به سالن بیلیارد زیادی گرون شده و تعطیلات هم گیر آوردن میز بیلیارد سخت شده. بازی پرو اسنوکرز چند سالی هست که سالانه با نسخه جدید به روز میشه و 2023 هم عرضه شده. تو این بازی میتونین چند نفره به هم جوین بشین و با هم بازی کنین. چی بازی کنیم؟ بیلیارد. البته بازی بخش تک نفره هم داره که با هوش مصنوعی میتونین رقابت کنین. ولی خب بخش رقابت با دوستاتون بدون شک بهترینشه. پرو اسنوکرز 2023 انواع بازی بیلیارد رو هم پشتیبانی میکنه و از قوانین توی دنیای واقعی تو بازی هم پیروی میکنه. در مجموع همون بیلیارد همیشگیه دیگه، فقط روی موبایل. این یکی در معنای واقعی کلمه دیوانه کننده است. اگه بازی بزن بزن میخواین که دور همیها با رفیقاتون حال کنین، بمب اسکواد از بهترین هست. تو هر دور بازی یه سری ویو میاد و باید سعی کنین زنده بمونین و بقیه رو هم این وسط بکشید. بازی تک نفره یا به همراه دوستاتون قابل انجامه. تازه بازی یه حالت فری فور آل هم داره که یه حالت لست من استندینگه، به قولی بازی اکشن میبینه. هر کی که تا آخر دووم بیاره برنده ماجراست. اگه اینا هم راضیتون نکرد میتونین به صورت تیمی هم بازی رو انجام بدین. در طول بازی باید بقیه بازیکن‌ها رو با آیتم‌های مثل بمب بکشین یا دشمن‌ها رو بردارین و از پلتفرم پایین پرت کنین. یکم خشنه ولی حال میده. اما در کنار پنکو یکی دیگه از بازی‌های باحال لیستمون کیپ تاکینگ اند نوبادی اکسپلود که یه کار تیمی فوق‌العاده می‌خواد. داستان اینه، یکی از بازیکن‌ها باید بمب رو خونسا کنه و بازیکن‌های دیگه باید سعی کنن تا از روی دفترچه راهنما خونسا کننده بمب رو کمک کنه.
برای بازی کردن حتما باید یک گروه 3 یا 4 نفری باشین. زمان برای خنثی کردن بمب محدوده و تعداد سیم‌ها و دکمه‌ها هم که تا دلتون بخواد زیاد. پس مثل اسم بازی به هر زدن ادامه بدین تا کسی منفجر نشه. اما آخرین بازیمون دواله. یه بازی کاملا رقابتی بین دو بازیکن، هر کدوم رو گوشی خودشون. اول باید از طریق وای فای یا بلوتوس دو تا گوشی رو به هم وصل کنید. بعد هر بازیکن کنترل یه شی رو بر عهده میگیره و باید به سمت بازیکن دیگه شلیک کنه تا حریف رو از بین ببره. نکته جالب چیه؟ اینکه حریف رو تو گوشی خودتون نمیبینین و اگه میخواین خودتون حریفتون زمین کامل بازی رو ببینین باید گوشیاتون رو نزدیک هم نگه دارید. دوال یه رقابت هیجانی و خیلی 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 باحاله. از دستش دادید. امیدوارم دور همیاتون خوش بگذره. لیست کاملتری که حالا اینجا 6 تاشو دیدین میتونین تو سایت زونجی ببینین. یه 20 تا بازی براتون معرفی کردیم تو اون لیست. شما هم نظرتون رو در مورد بازی‌ها بگین و تازه بازی‌های باحال خودتون رو هم معرفی کنین تا گزینه‌های بیشتری برای بازی کردن هممون داشته باشید. لایک و سابسکرایب و دنبال کردن آپارات و دنبال کردن سایت زونجی و سردمان و شیر کردن و همه اینا رو فراموش نکنین. ما رو خوشحال می‌کنین. دمتون گرم تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.